با چکش و اسکنه دست داشته اش سعی می کند آنچه را که در ذهن دارد بر روی تکه های چوب حک نماید، تا از یک سو هنر حکاکی را زنده نگه دارد و از طرف دیگر از طریق فروش آثار مرغوب این هنر مصارف زندگی فامیلش را تأمین کند. ملیکا سادات یک تن از استادان هنر حکاکی در ولایت هرات است که از 3 سال بدین سو در زمینه هنر حکاکی نورستانی فعالیت دارد. میگوید که به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش آثار هنر حکاکی، این هنر رو به فراموشی می باشد. هنر حکاکی جز هنرهای دیرینه و اصیل افغانستان هست که متاسفانه در این سالهای اخیر رو به فراموشی هست و اکثر مردم حتی هنر حکاکی به یاد ندارند. ما دوباره مدت 3 سال میشه که سعی کردیم دوباره هنر حکاکی زنده نگه داریم و کارگاه حکاکی نورستانی در ولایت هرات فعال کردیم و فعلا با چند تن از خانم ها همکار هستیم که دختران و شاگردانی که از تحصیل باز ماندن اونو میتونن که رو به هنر بیارن. خانم سادات میافزاید که شمار زیادی از استادان و هنرمندان حکاک یا کشور را ترک کردند و یا هم به دلیل نبود بازار فروش آثار هنریشان از این هنر دست کشیدند. هنر حکاکی رو به رکود هست و حکاکانی که از زمانهای خیلی قدیم کار میکردن و حتی هنر اونا خیلی بالاتر از هنری که ما فعلا کار میکنیم بود، اونا فعلا به دلایلی یا ترک کردن کشور، حضور ندارن در کشور متاسفانه یا فعالیت ندارن و نمیتونن به دلیل مشکلاتی که از فعالیت کنند اونا. سریا سادات یک تن دیگر از خانم‌های حکاک در ولایت هرات است که از طریق فروش آثار هنر حکاکی مصارف فامیل 8 نفریش را تأمین می‌کند. ما خود ما با فامیل 8 نفریم. ما شکر میتونم از تا حدودی میتونم از می هنر خو امو مصارف زندگی پیش ببرم. در همین حال این استادان هنر حکاکی میگویند که چند قبل برای شماری از دختران نیز زمینه آموزش و یادگیری را فراهم کرده، اما به دلیل مشکلات اقتصادی، نبود سفارش و همچنین محدودیت‌های وضع شده، اکثر دخترانی که این هنر را می‌آموختند نیز خانه‌نشین شده‌اند. بنابر 2 دلیل شاگردای ما یا دختر خانم ما نمیتونن که به کارگاه ها بیایم یا سفارش نداریم، و یک دیگه دلیل اینه که بنابر بعضی محدودیت های امنیتی یا هر چیزی که هسته فامیلا اجازه نمیدن. خانم های حکاک در حال در ولایت هرات تلاش برای زنده نگه داشتن هنر حکاکی دارند که این هنر از جمله هنرهای باشکوه دوره تیموریان به شمار می رود، اما به مرور زمان هنر حکاکی با سابقه درخشانش رو به زوال می باشد.